روند رو به رشد رکود اقتصادی و تورم و گرانی در ایران ابعاد گوناگون زندگی ایرانیان را تحت تأثیر قرار داده است. امسال ماه مبارک رمضان همزمان با عید نوروز زیر سایه فشار اقتصادی برای ایرانیان در حالی آغاز شد که تأمین ارزاق اولیه افطار و سحر و پذیرای نوروز برای بسیاری از اقشار کم درآمد دشواری روبروست. به گزارش همکارم علی اکبری در این زمینه توجه بفرمایید. تقارن نوروز و ماه رمضان برای ایرانیان همواره خاطرات خوشی را در بر داشته است. دید و بازدید پس از افطار و گاهی همراه با افطار و دور همی‌های خانوادگی گاهی تا سحر نشان می‌داد که اقشار و اقوام گوناگون ایرانی سنت‌های ملی و باورهای مذهبی خود را توامان حفظ و در کنار هم پاس می‌دارند. اما چند سالی است که فشارهای اقتصادی و بیکاری و رکورد اقتصادی و تورم و گرانی حال خوشی برای خانواده‌های ایرانی باقی نگذاشته و در موسوم عبادت و شادی نشان تراوتی در جامعه ایرانی دیده نمی‌شود. نظام ایران عمده فشارهای اقتصادی را به گردن تحریم‌های بین‌المللی می‌اندازد، اما فعالان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که در کنار عامل غیرقابل انکار تحریم‌های اقتصادی، ناکارآمدی و اتخاذ سیاست‌های غلط باعث تشدید این بحران شده است. رشد نرخ ارز و طلا در بازار اقتصادی ایران در ماه‌ها و هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که حال اقتصاد خوب نیست و نبض آن بسیار تند می‌زند و به تبع نرخ ارزاق ضروری و اولیه هم به همان سرعت بالا می‌رود. حال آنکه نرخ دستمزد و درآمد خانوار ایرانی نفس نفس زنان با فاصله زیادی به هزینه ها نمی رسد. آمارهای منتشر شده از منابع حکومتی حکایت دارد که برخی اقلام مورد نیاز مردم همچون خرما از کیلوگرمی 110 هزار تومان در ابتدای اسفند ماه به 135 هزار تومان در نیمه اسفند ماه افزایش یافته و لوبیای سفید نیز از کیلوگرمی 85 هزار تومان در نیمه بهمن ماه به 105 هزار تومان در نیمه اسفند ماه رشد داشته است. از سوی دیگر مثل همیشه نرخ‌های اعلامی از سوی مقامات دولتی و آنچه در فروشگاه‌ها مشاهده می‌شود اغلب فاصله زیادی دارند. دولت و مقامات وزارت اقتصاد ایران پس از 40 سال گمان می‌کنند اقتصاد دستوری و نظارت و بگیر و ببند در بازار می‌تواند مانع از رشد قیمت‌ها شود. حالان که واقعیت اقتصاد و بازار در تناسب منطقی عرضه و تقاضا رقم می‌خورد و نه بگیر و ببند و زور و بازداشت و جریمه. دولت ایران برای پیشگیری از رشد قیمت‌ها در آستانه نوروز و ماه رمضان در برخی شهرها اقدام به برپایی بازار ویژه نوروز و رمضان کرده و برخی اقلام مصرفی را مستقیما به مردم عرضه کرده است. اما گزارش ها حکایت دارد که قیمت این اجناس ارائه شده تفاوت چندانی با بازار ندارد. سفره هفت سین ایرانیان و سفره افطار و سحر ایشان امسال در کنار هم بار دیگر پهن خواهد شد تا بار دیگر نوای دل نواز ربنای شجریان و دعای سحر و دعای یا محول الحول و الاحوال دل و جان ایشان را جلا بدهد و تبریک سال جدید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات میان ایرانیان رد و بدل شود. حتی اگر ماه رمضان هم واجد خزینه های مضاعف برای خانوار ایرانی نبوده باشد، سنت میهمانی و پذیرایی نوروز و تهیه رخت و لباس نو به ویژه برای کودکان و خانه تکانی و هدیه دادن در نوروز باستانی ایرانیان واجد هزینه هایی است که در شرایط کنونی بحرانی اقتصاد ایران عملا این سنت ها از سوی طبقه متوسط و طبقه فرودست کنار گذاشته می شود. در ظاهر شاید بازارها در شهرهای بزرگ ایران در آستانه نوروز شلوغ به نظر برسد، اما میزان خرید و قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده و این شلوغی ها بیشتر حاکی از گشت و گذار همراه با نگاه حسرت‌آلود خریدار و جیب خالی و نرخ‌های بالای کالاهایی است که مردم نیاز دارند اما قدرت خرید آن را ندارند. علی اکبری، اخبار شیعه.
برای صحبت بیشتر در این باره دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصادی و فناوری از تهران با ما هستند. سلام، وقت شما بخیر. آقای دکتر، در کنار تحریم‌های اقتصادی، دیگر عامل گرانی و رشد نرخ کالاهای اساسی به ویژه در روزهای آغازین ماه رمضان چیست؟ من هم سلام میکنم خدمت شما. بله، عرضم به حضور شما، ببینید تحریم ها که امریش تقریبا عادی شده توی تقریبا یک دهه و بیشتر، عملا شاید هم دو دهه، داره تأثیر خودش رو میذاره و اون تورمی که مردم از ناشی از تحریم ها هستش هم قابل انتظار هستش و هم قابل پیشبینی. اما اتفاقی که میفته معمولا در مقاطع مدلی که در خب بورس های و اقتصاد دنیا هم سابقه داره اینه که ما نزدیک ماه رمضان میرسیم، به نزدیکی میرسیم اینجا تقاضا میره بالا، یه تورمی معمولا در اینجا وجود داره و نرخ افزایش پیدا میکنه که ناشی از تقاضا است. اون چیزی که الان غیر طبیعی به نظر میرسه اینه که ما نرخ دلار رو داریم که 10% رشد کرده با این به عبارتی نوسان تاخیر، ولی نرخ مواد غذایی متاسفانه 20% رشد کرده. این نشان میده که در تصمیم گیری های دولت و حاکمیت یه سری مسائلی شکل گرفته و یه سری انتظارهایی هم از نابسامانی اقتصادی در سال آینده داریم. یه تورم انتظاری ما بعد از دولت آقای هاشمی برامون به وجود اومد که خب توی اقتصاد ما خیلی از مردم میدونه آقا سال 15% 20% قیمت ها بره بالا، اما این تورم انتظاری تو ناکارآمدی عملکرد نادرست دولت و ایجاد تنش علل خصوص در حوزه های منطقه نظامی گری باعث شده این نرخ تورم انتظاری به 30% تا 40% برسه. عملا ما میبینیم که تصمیمات نادرست بانک مرکزی هم اومده این رو تثبیت کرده. ما میبینیم نرخ بهره میاد میره بالا، نرخ سود سپرده ها میره بالا، در این حال عملکرد نادرست دولت آقای رئیسی که این رو ناشی از بی‌عرضگی دولت ها میدونستن در دولت های قبلی باعث شده که کالاهایی که ظاهرا بی ارتباط به دلار هم هستند افزایش زیادی داشته باشه. از ابتدای دولت های رئیسی ما در مورد لبنیات و در مورد گوشت و اینا تقریبا نرخ دو برابر داشتیم، در مورد برنج یک نکنیم برابر، در مورد حبوبات هم همین نرخ دو برابر داشتیم. کلید اصلی ناکارآمدی دولت در این حال فشار آوردن اون چیزی که باید افزایش قیمتی از شهریور با توجه به افزایش نرخ ها باید انجام میشد به خاطر قرار گرفتن در مقطع انتخابات با فشارهای دولت در اقتصاد کشور افزایش قیمتشون شکل نگرفت و بعد از انتخابات به نتیجه نرسیدن آن چیزی که انتظار داشتن عملا قیمت ها رشد خودشون انجام داد و کسانی که هزینه کرده بودن، اولیگارش هایی که در کنار حکومت قرار دارن و هزینه تثبیت دولت و حاکمیت رو دارن میدن عملا نرخ ها رو به صورت افزایش دادن که ما میتونیم بگیم به نوعی تنبیه مردم باشه برای عدم مشارکت در انتخابات. بله. و در این حال بحث بحران‌های منطقه‌ای هم تو این داستان و تو نابسامانی اقتصادی تاثیر بسیار بالایی داره که انتظار مردم رو در سال آینده میبره بالا. همونجوری که مردم به استقبال ماه رمضان میروند الان هم به استقبال تورم نابسامانی که سال آینده خواهیم داشت. بله. آیا با نظارت بر بازار و جریمه و پلمپ واحدهای صنفی و فروشگاه‌ها میتوان بر قول گرانی غلبه کرد؟ تجربه های گذشته این را نشان میدهد؟ ببینید تجربه های گذشته در این زمینه کارآمد نبوده. اون مکانیزم عرض و تقاضایی که حالا در اقتصاد آزاد در دنیا وجود داره خب مکانیزم تنظیم بازار هستش. حالا اگر ما بخوایم بگیم سیاست های تنظیمی بازار حاکمیت و دولت حالا اینجا جواب میده، یک جواب نداده، دو مردم ناامید شدن از برخوردهای تزریقی. ببینید افزایش قیمت در همون اولیگارش هایی که ناشی از به عبارت خصوصی سازی نادرست و خلاف قانون عمل کردن، خلاف اصل مبانی اصل 44 عمل کردن به وجود اومده، همون سبکی که پوتین به کار برد، همون سبکی قذافی به کار بردش در ایجاد حامیان مالی خودش برای شرکت‌های بزرگ اقتصادی که وجود اومدن که در حوزه مواد غذایی تقریبا میتونیم بگیم ما یک بازار انحصاری داریم، برخورد در سطح فروشگاه ها انجام میشه. اما وقتی فرض کنید یه تولید کننده مثل غذای گلستان که متصل مستقیما به حاکمیت قیمتشون میاره بالا، اون برخورد مقطعی عملا در امیدواری مردم به شکایت کردن و تنظیم بازار صدمه میزنه. مردم هیچ امیدی ندارن، برخورد های به عبارت تعزیری جوابی نداده و عملا افزایش قیمت اتفاق افتاده. اینه که مردم هم خیلی دیگه
سراغ گزارش کردن نمیرن. در این حال فروشگاه دارا با همون استقبالی که خدمتتون عرض کردم دارن به پیشواز افزایش قیمت های سال آینده توسط تولید کنندگان بزرگ روغن، رب، مواد غذایی بسیار زیاد در کشور ما دست نهادهایی هستش که وابسته به حاکمیت هستن. بنابراین اتفاق خواهد افتاد، امسال اومدن جلو جلو این کارو میکنن برای اینکه بتوانند سال آینده قفسه های فروشگاهشون رو باز بتونن با کالای جایگزین کنن. اگر امسال 10 تا هستی، سال آینده با افزایش قیمت مجبور نشن 6 تا بذارن، 4 تا بذارن. بنابراین الان دارن تامین نقدینگی سال آیندهشون رو انجام میدن. بله جناب دکتر، راه حل کوتاه مدت کنترل بحران اقتصادی و جلوگیری از رشد قیمت ها به ویژه در آستانه نوروز چیست؟ خیلی کوتاه بفرمایید. جناب آقای دکتر، راه حل کوتاه مدت کنترل بحران اقتصادی و جلوگیری از رشد قیمت ها به ویژه در آستانه نوروز چیست؟ ببینید، با توجه به وضعیت نابسامانی که داریم، من خدمتتون عرض کردم، بحث لیبی رو گفتم خدمت شما، توی لیبی همین اتفاق افتاد با عملیات تروریستی که انجام دادن و تروریست تحویل ندادش، تحریم های شکل گرفتش حلوش حکومت های قذافی و بعد اون تحریم ها منجر شدش به نابسامانی اقتصادی و پایین اومدن سطح رفاه مردم و بالا رفتن قیمت ها. نهایتاً با توجه به شرایطی ما قرار داریم، تهدیدهای نظامی و تهدیدهای سیاسی که داره نسبت به ایران انجام میشه، افزایش قیمت هایی که داره اتفاق میفته، امیدی در مردم برای بهبود اوضاع نیستش، منویات به عبارتی رؤوس حکومت ما تغییر نمیکنه و تنش ها رو داره افزایش میده. از نظر هیچ کارشناس اقتصادی راه حلی وجود نخواهد داشت، یعنی نمیتونیم بدیم. پس راه حل ما تو اقتصاد سیاسی در کوتاه مدت، تنها راه حل ما تمکین به خواست مردم و همراهی با به عبارتی تمایلات و اون چیزهایی که ما بگیم مصالح منطقه هستش که متاسفانه چشم‌اندازی در این زمینه بله. وجود نداره. ممنونم از شما دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران.